ببینید در این گونه حوادث خب یک جا خشم مردم در اوج بود در داستان شهادت شهید سلیمانی خشم مردم به اوج رسید در یک جا داغ و حسرت به اوج رسید در داستان هواپیما داغ مردم و حسرت مردم به اوج رسید این همه جوون این همه عزیز این همه دانشمند این همه دانشجو این همه نخبه عزیزانی که در این حادثه از دست رفتند خب ما در همه این حوادث اونی که باید در نهایت به دست بیاد انسجام ملی است وحدت ملی است هماهنگی ملی است نتیجه نهایی نباید شکاف ملی باشه ما مسائل رو جناهی نکنیم نه موضوع شهادت شهید سلیمانی به جناه خاص ربط داره نه موضوع عزیزان این هواپیما به جناه خاص ربط داره مسائل رو جناهی نکنیم حزبی نکنیم اینها داغ بوده برای همه ملت ما همه متاسفیم همه عزیزان خودمون رو از دست دادیم همه فرزندان عزیز خودمون رو از دست دادیم همه با هم هستیم البته مردم میخوان مطمئن بشن که مسئولین با اونها با خلوص و صداقت و امانت سخن میگن این اگر جایی نقصی داره اون نقص باید برطرف بشه اگر ما در بیان مسائل در اظهار مسائل با در میان گذاشتن مسائل با مردم تأخیر داریم یا لحن ما مناسب نیست باید قبول کنیم باید جبران کنیم من خواهش میکنم از نیروهای مسلح از ستاد کل بیان برای مردم توضیح بدن که از وقتی که حادثه واقع شده تا وقتی که اعلام شده چه مسائلی بوده چه جلساتی بوده چه کارشناسی هایی بوده مردم بفهمند که چیزی نمیخواستند از اونها پنهان بکنند حادثه حادثه باور کردنی نبود من حالا اینه به شما بگم هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافر بری در کنار فرودگاه بین المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره اصلا تو مخیله آدم نمیاد من به عنوان کسی میگم که هفت سال مسئول پدافند هوایی بودم و در زمان جنگ بودم و در زمان جنگی همچون اشتباهی رخ نداد و در تاریخ ایرانی همچون اشتباهی رخ نداد